در سونارو اینطور نوشته شده که اگر کسی شب بیدار قبل از امام جهر بیدار شد و امام جهر که برسه شک هست آیا بعد اینطور بگیره، یعنی کسی که مثلا یک ساعت قبل از جهر بلند شد اطلاع گرفت به خود جهر خون تا کن حسود خون بعد بیدار بود تا وقتی که امام جهر رسید در جنها رو داره بسید که شک هست بعد نتیلا بگیره یا نگیره برای نتیلا بگیره ملو برخواه. خب این طبق عریضان این بحثی که به شب نداره بلکه بحثی که به خواب داره، یعنی که خواب بخوابه روی تخت خواب بخوابه اون موقع است که روح راها برش مسترد میشه، ولی اگر نخوابه نه. خب در صورت رب بنتیون مصطفی جرد گفتن که ما این منحق نداریم که نتیلا بگیریم، نتیلا میگیریم نمیگیریم، ولی بعد داریم که این از نقطه دیگه بعد نتیلا گرفت. چی؟ که این کسی که داره عمود جا هر سبیت هر سر دیده و بخواد چیکار کنه؟ بعد تپیلا بخونه بانه. ما میدونیم که انسان قبل هر تپیلایی بعد نتیلا بگیره، این نتیلا واجبه، این نتیلا اجباریه تا اون اندازه که اگر انسان آب پیدا نمی کنه مگر اینکه بره 18 دقیقه بره راه پیمایی کنه تا برسه، بعد بره 18 دقیقه و نتیلا بگیره، مگر اینکه وقت تپیلا میگذاره چی بره تا بره تا به اونجا بره بیاد که وقت گذشته تپیلا دیگه از دست داده، برای اگر نه بعد بره تا این اندازه واجبه. و همینطور همینطورم طبق عقد حرم بنو سلام برای منها انسان نتیلا میگه بعد برای اشرق در مطلع نتیلا جنایی بعد برخواه بگه، همینطور عربیت اگر نتیلا میگه بعد برخواه بگه بخواه شهریت نیست، بعد تا این اندازه این اجباریه. پس ما این شخصی که از خواب یک ساعت قبل نمود شهر از خواب بلند شده نمود شهر از دل میخواد تپیلا بخونه بعد نتیلا بگیره، نه به خاطر اینکه شک داریم یا نمود شب که گذشته روی دست هاش روح رها از نیست، نه به خاطر موضوع دیگه است، از جنبی از نقطه نظر دیگه نقطه نظر تپیلا است که بعد نتیلا گره. و ببرین اونایی که یه راست از کوچه میان مینها عربیت میخونن اشتباه میکنن، مگر اینکه در خونشون رفتن دستشویی اومده خب دیگه لازم نیست. تا چه اندازه تا چه زمانی لازم نیست؟ مثلا انسان از خونه نتیره گرفت اومده اینجا اومده کنیسا، آیا بعد از 10 دقیقه بعد نتیره بگیره؟ نه نیم ساعت، نه این تا به نظر نیم ساعت از اگر نیم ساعت از موقعی که نتیره گرفته گذشته باشه بعدی باز مجددا نتیره بگیره برای تپیلا. بنابراین اگر این ها عربیت میخونن پشت درم میخونن بین این ها عربیت نیم ساعت نیست، کمتره، لازم نیست دوباره برن نتیره بگیرن، چون این یک سر این بین اینا نیم ساعت نیست. و اینا بدونیم که اگر برای در مشتاب رو را اینطور میگه که حتی اگر انسان داره تورا میخونه بعد از تورا که میخونه میخواد تپیلا بخونه بعد نتیره بگیره، نمیگیم که چون موقعی که تورا خوندن دستش به جایی کسیب نداده و بنابراین لازم نیست، نه، چون دستش را فکر را از دستش منصرف کرده بعد از وقتی که مختن تورا خط کرد بعد نتیره بگیره. خب اینم سوال میشه چقدر مثلا انسان 10 دقیقه تورا خوند بعد نتیره بگیره؟ نه، 10 دقیقه ربع ساعت تا نیم ساعت اگر از موقعی نتیره گرفته نیم ساعت گذشته باشه بعد میخواد تپیلا بخونه بعد نتیره بگیره، ولی اگر کمتر از نیم ساعت باشه و مشغول آموزش داره بوده لازم نیست نتیره بگیره. ببرین اونا که من حربیت میخونن بین من حربیت دوباره تورا میگن ربع ساعت 20 دقیقه 5 دقیقه لازم نیست برن نتیره بگیرن، چون نتیره که برای منها گرفتن برای بریت هم قبوله. همینطور که ما در مصاب شبات روش حادش مصاب میخونیم میریم میتونم میگیریم؟ نه. چرا؟ چون این ما همیشه ما داریم ما در باره تپیلا ما داریم مشغول اون قسمت های تپیلا هستیم، دریات تپرتورا میشه براخ اشره این همش مرتبیلا هست، ببرین لازم نیست که بریم دوباره مجددن برای مصاف نتیره بگیریم، مکه کوهانیم چیز دیگر کوهانیم و
اونا برنتیجه بگیرن که اونا نتیجهشون به خاطر اینکه اینها در بیت المقدس برای عبادت میرفتن و از کیار از اون ظرفی که درش آب بود این دستش رو میشفتن، پای میشفتن. حالا این بیاد بوده اون به بیاد بده اون و مرتب بده اون نتیجه میگیرن، ولی ما که نتیجه میگیریم برای چی؟ برای نقیوت، برای تمیزی دست، برای تار دست. برای این اگر ما برای شهرت گرفتیم، چون ما همیشه در حین خوندن این تبیلا و کریات تورا و چیزا دیگه بودیم، هفتارا و قدیش اینا لازم نیست که با مجددن نتیجه بگیریم. همینطور هم یک مشابه را اینطور میگه که سودا شلیشید قبل از سودا شلیشید اندر نتیره گرفته برخواهم گفته بیرکمازان گفت بیست دقیقه بقید بیشتر طول نکشه، بیست دقیقه میخواد عبیل بخواهی بعد نتیره بگیره. چرا؟ اون نتیره که برای هموستی گفته گرفته این نتیره بعد اینکه بیرکمازان گفت بسید اینکه دیگه اون خب شده، دیگه اون اثرش مثل که رفته. بعد برای این بعد مجددان نتیره بگه برای تپیلا. حالا اگر انسان آب نداره، آب بره آب دنبال آب بگرده، جماعت میخونه، دور جماعت از بس میده شکار بکنه، دستش را بماله به حوله یا به لباسش، دست پشت و روی دستش را بذاره به ماله به لباسش، همینطور بین انگشت ها اینجوری دو دستش را بماله. در این صورت مثل اینکه نتیجه گرفت. همیشه وقتی آب نیست ما برای مثلا برای تفیلا این کار میکنیم، دست ما میمالیم به حوله یا پارچه یا پتوی یا لباسمون و بین انگشت هم میمالیم. این در موقعی که آب نیست این مثل نتیجه حساب میشه و ما میتونیم تفیلا بکنیم. برای این اگر نسان بره آب پیدا بکنه تا نتیجه بگیر جماعت رفتن خون در رفتن و یحید بخونه، یحید نخونه، دستش رو بماله به حوله یا پارچه یا لباسش و با جماعت تبیله بخونه. جزاک الله خیر.